سلام خوش اومدید به کلاس درس یک تابه به ما دادن و گفتن که جهت تقعرش رو تعیین بکنید در نقاط مختلف دامنش که خب دامنش هم کل اعداد حقیقی هست چون این تابه یک تابه چند جمله ای هست x به توان 4 منهای 4 x به توان 3 و بعد هم گفتن که نقاط عطف این تابه رو پیدا بکنید اگر نقطه عطفی اصلا داره خب بریم از این دانشی که در یکی دو ویدئوی قبل با هم دیگه کسب کردیم استفاده بکنیم ما میدونیم که جهت تقعور و نقطه عطف کلا با مشتق دوم سر دارن یعنی در نقاطی جهت تقعر رو به بالایی که مشتق دوم مثبته و در نقاطی رو به پایینه که مشتق دوم منفیه بنابراین من برای پیدا کردن جهت تقعر لازم دارم که مشتق دوم رو تعیین علامت بکنم پس بیایید از F مشتق بگیریم مشتق اولش مساوی میشه با 4x به توان 3 منهای 12 x به توان 2 و مشتق دوم مساوی میشه با 12x به توان 2 منهای 24 x که من اینو میتونم یک جور دیگه بنویسم از یک دوازده x این دوتا فاکتور بگیرم میشه دوازده x در x منهای دو من لازم دارم که این مشتق دوم رو تعیین علامت بکنم تا بتونم جهت تقعار این منحنی رو به دست بیارم که این هم خیلی کار سختی نیست با این فرمی که من الان نوشتمش دیگه تقریبا کار راحتی داریم این یک معادله درجه دو هست که ما قصد داریم تعین علامت بکنیم اگر خیلی مسلط نیستید میتونید ویدئوهای تعین علامت کلاس درس رو ببینید که در اونها معادله درجه دو رو ما تعین علامتش رو در حقیقت یاد دادیم بهتون و این تابع درجه دو دو تا صفر داره یکی در صفر و یکی در دو و در نقاط کمتر از صفر هم این جمله و هم این جمله منفی هستند بنابراین کل این عبارت مثبت خواهد بود در نقاط بیشتر از دو هم این جمله و هم این جمله دوباره مثبت هستند و کل این عبارت مثبت خواهد بود در نقاط بین صفر و دو این جمله مثبت اما این ای که من اینجا دارم منفیه و بنابراین این عبارت منفی خواهد بود روی خود صفر و روی خود دو هم که صفر میشه بنابراین همینطوری که میبینید در این نقطه مشتق دوم مثبت هست در این بازه بنابراین تقعار رو به بالا هست و به همین ترتیب در این بازه یعنی این منفی بینهایت تا صفر هست به همین ترتیب در این بازه یعنی دو تا مثبت بینهایت هم باز هم تقعار رو به بالا هست و در صفر تا دو تنها بازه ای هست که تقعار رو به پایین هست چون مشتق دوم منفی شده نقاط عطف چطور؟ خب من برای اینکه یک نقطه عطف داشته باشم فهمیدم در ویدیو قبل که باید مشتق دوم ببینم کجاها صفر میشه این شرط لازم بود ولی شرط کافی نبود و الان من ببینم که مشتق دوم در این دو نقطه صفر میشه یعنی در نقطه x مساوی با صفر و x مساوی با دو صفر میشه و شرط بعدی این بود که ببینم آیا در این دو نقطه تابع تغییر جهت میده تقعارش یا نه بریم سراغ نقطه صفر میبینید که قبل از نقطه صفر تقعار رو به بالاه و بعد از نقطه صفر تقعار رو به پایین بنابراین نقطه صفر یک نقطه عطف هست به همین ترتیب برای نقطه دو قبل تقعار رو به پایینه بعدش تقعار رو به بالا. بنابراین نقطه دو هم یک نقطه عطف هست چون هر دو شرط نقطه عطف بودن رو داره بنابراین من هر دو نقطه عطف این تابه رو پیدا کردم همین دو نقطه عطف رو هم داره تابه به این دلیل که مشتق دومش فقط در دو جا صفر خواهد شد و من موفق شدم این کار رو بکنم حالا میتونیم برای اینکه باور کنید این کارها درسته و تقاور ما تا صفر رو به بالا بعد رو به پایینه و بعد از دو به بعد دوباره رو به بالا بریم و نمودار این تابه x به توان 4 منهای 4x به توان 3 رو در گوگل رسم بکنیم خب این نمودار این تابه هست که من از گوگل خواستم برای ما بکشه همینطوری که این شکل رو میبینید یک شکل خیلی ساده هم نداره البته اما به هر حال اینجا میبینید که تا این نقطه صفر تقعار این نمودار رو به بالا هست بعد در نقطه صفر یک نقطه عطف هست ناگهان جهت تقعار عوض میشه رو به پایین میشه و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه تا این نقطه دو که دوباره میبینید از نقطه دو به بعد تقار نمودار رو به بالا میشه بنابراین این نقطه دو هم نقطه است که خط مماس در اون از نمودار تابع عبور میکنه یا نقطه عطف هست نقطه صفر هم به همین ترتیب البته در نقطه صفر جالبه که ما خط مماس رو الان عملا رسم کردیم چون در این نقطه خط مماس همین محور ایکس های من هست بنابراین این نمودار گوگل یک تعییدی بود این محاسباتی که ما اینجا صورت دادیم و تونستیم تقاور و نقاط عطف رو پیدا بکنیم